در صفحه آخر هفته در دو بخش نگاهی به طرح مذهب حنفی از طرف طالبان چالش جدیدی برای مذاکرات صلح افغانستان و در ایران نمایندگان مجلس 11 قبل از همه واکسن میزنند، حقوق بالا میگیرند و ماشین شاسی بلند سوار میشوند اما نمیتوانند یک طرح تحقیق و تفحص را ثبت کنند. چرا؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه آخر هفته. مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت و طالبان در دوحه قطر در جریان است. مذاکراتی بسیار پیچیده که حتی درباره شیوه خود مذاکره هم دو طرف باید نخست به توافق می‌رسیدند. مذاکراتی پشت پرده و تیم‌هایی که سعی می‌کنند با خبرنگاران با ملاحظه صحبت کنند. هر جمله‌ای به خصوص از طرف تیم دولت می‌تواند تأثیری جدی بر مذاکرات بگذارد. یکی از مذاکره کنندگان که قرار بود با ما در این برنامه گفتگو کند با همین نگرانی امروز از حضور در برنامه منصرف شد. بنا به گزارش لیز دوست خبرنگار با سابقه بی بی سی در مورد افغانستان، حالا یک مسئله جدی مطرح شده و آن پافشاری تیم مذاکره کننده طالبان بر لزوم جا انداختن مذهب حنفی و اصرار بر حذف مذهب شیعه برای قانونگذاری و حتی حل اختلافات فعلی است. بر کسی پوشیده نبوده که بحث‌های مذهبی یکی از مسائل عمده است، اما همواره نگرانی این بود که مذهب در مقابل مدرنیته قرار بگیرد، نه اینکه بین شعب مختلف مذهبی هم اصرار بر یکی باشد. در برنامه امروز اول با همکارم ضیا شهریار که در محل مذاکرات حاضر بوده صحبت می‌کنیم و از او در مورد جزئیات می‌پرسیم. بعد با ملک ستیز، تحلیلگر مسائل افغانستان و پژوهشگر امور بین‌الملل از کوپنهاگ، و عثمان ترکی، استاد پیشین علوم سیاسی کابل، یک میزه گرد برگزار میکنیم. از تو اول شروع میکنم زیا، ممکنه به ما بگی که تو اونجا بودی؟ آیا در مورد این قضیه مذهب حنفی تو هم چیزی شنیدی؟ و اساساً نقاط حساس و جنجال برانگیزی که اونجا مطرح میشه چیا هستن؟ فرناز، ما در جریان کنفرانس آغاز مذاکرات صلح در اونجا بودم، بعد از اون دو روز دیگه هم اونجا بودم و یک مقدار با مذاکره کننده های دو طرف صحبت کردم. مهمترین مسئله که ما در پیش بودیم این بود که طالبا بالاخره چه موضوعی را در این مذاکرات به عنوان موضوع اولی و مهم مطرح خواهند کرد. میدونیم که در 12 روز گذشته گروه های تماس دو طرف مشغول نهایی سازی آنچه که کارشیوه یا طرز العمل این مذاکرات است مشغول ازی بودند و میخواین که اما مقدمات و شیوه های کار مذاکرات را رویش به توافق برسن و بعد مذاکرات را مستقیم روی آجنده های مورد نظر آغاز بکنن. به نظر میرسه که مذاکره کننده های دولت افغانستان یک مقدار غافلگیر شدن با این که طالبا بلافاصله موضوع مذهب حنفی و شیعه را در آغاز مذاکرات مطرح کردند. تصوری بود که احتمالاً چون یک موضوع فوق العاده جنجالی هست احتمالاً در مراحل بعدی مذاکرات مطرح میشه، ولی ظاهراً مذاکره کننده های طالبا این موضوع را مطرح کردند که این به عنوان یک مبنای طرز العمل مذاکرات مورد استفاده باشه که اگر اختلافات بروز میکنه یا مسائل پیش میاد که ما در چارچوب شریعت اسلامی به او مراجعه بکنیم، منظور ما از چارچوب شریعت اسلامی مذهب حنفی است که یکی از 4 مذهب اکثریت سنی های جهان است که در افغانستان اکثریت مردم افغانستان به این مذهب پابند هستند و این موضوع بسیار حساس بود که ظاهرا مذاکره کننده های طرف دولت افغانستان پافشاری کردند که قانون اساسی افغانستان 2 مذهب حنفی و جعفریه را در افغانستان به رسمیت میشناسه، جمعیت قابل توجه تشیع در افغانستان زندگی میکنند و هر نوع به حساب نادیده گرفتن حقوق شیعه ها در افغانستان نقض قانون اساسی افغانستان و در حقیقت نقض حقوق بشری و حقوق فردی اونها هست. و این موضوع فکر به نظر میرسه که روزها مورد جنجال و مورد بحث بوده و آخرین گزارشی که ما داریم است که به نحوه یک نوع توافق دشوار رویش صورت گرفته که
حتی طرف مذاکره کننده های طرف دولت هم توافق کردند که در کل اگر مشکلات پیش می آید رجعت به مذهب حنفی باشه، ولی تذکر مذهب جعفری و شیعه هم مورد تاکید بوده، ولی تصویر روشن هنوز وجود نداره. با شمار از مذاکره کننده هایی که من صحبت کردم نقل قول های متفاوتی ازشان میشنوم، به نظر میسه که هنوز این مسئله مورد اختلاف است. موضوع مورد اختلاف دیگه رجعت به توافقنامه بین آمریکا و طالبا در فوریه سال همین سال است که طالبا تاکیدشان است که در این طرز العمل معیار پیش یعنی ادامه اونمو توافقنامه است بین آمریکا و طالبا صورت گرفته که اونمو معیار باشه، که در او مثلا توافق شده که تا ماه می سال آینده تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج میشن و مسائل دیگه که ظاهرا طالبان را به نفع خود میدانند. ولی طرف دولت افغانستان تاکید دارند که یک اعلامیه که در همون روز بین وزیر دفاع آمریکا و دولت افغانستان در کابل صادر شد و همچنین دو لویه جرگی که بر سر این مذاکرات سال در کابل برگزار شد، اینا هم مرجع باشند برای طرز العمل مذاکرات. متشکرم زیا شهریار، خبرنگار ما که در محل مذاکرات حاضر بوده. اما اجازه بدید به بحث و میزگرد برگردیم با ملک ستیز و همطور عثمان ترکی. آیه ستیز، شما نظرتون چیه در مورد این مسئله، طرح مذهب حنفی به عنوان یکی از پایه های مذاکرات و اینکه هر مشکلی که برخوردن برگردن به مذهب حنفی مراجعه بکنن؟ سلام بر شما با آقای ترکی و همه بینندگان. ببینین، من به این باور هستم که طرح این مسئله نشانگر یک اصل است که طالبان یک نهاد کاملا ایدئولوژیک هستند و در تلاش این هستند تا از اسلام به عنوان یک حربی بران، به عنوان یک شمشیر تازان در مرحله حساس کنونی استفاده ببرند و از این طریق خواستهای خود را بر روند سیاسی و مذاکرات سیاسی که جاری است حاکم بسازند. چنانکه که می دانین این روش یک روش آنپسنده است و توجه زیادی را در افغانستان جلب می کنند. اما واقعیت مسئله این است که با جو و جوهر کنونی مناسبات بین المللی، دولت‌های مدرن، قانون اساسی افغانستان و ویژه فصل دوم قانون اساسی افغانستان که به صورت خاص و مبحث حقوق اساسی و حقوق شهروندی شهروندان افغانستان ویژه شده برخلاف می باشند. بله. آن این اصل در واقع می تواند یک گوشزد باشه بر همه مذاکره کنندگان و به همه آنان که میانجیگیری می کنند پیرامون مذاکره صلح در افغانستان که طالبان دارای خط بسیار افراطی و ایدئولوژیک هستند و بالای او پافشاری دارند. آقای ترکی، نظر شما چیه؟ این مسئله که آقای ستیز بهش اشاره میکنن بر کسی پیچیده نبود که طالبان گروه ایدئولوژیک هستند. موقعی هم که افغانستان رو اداره میکردند خیلی اصرار داشتند بر پیاده کردن قواعد اسلامی که بهش باور داشتند. اما الان صحبت صلح هست. به نظر شما اساسا مطرح کردن یک همچین مسئله در این مرحله کمکی به صلح میکنه؟ جناب ترکی صدای من رو میشنوید؟ به نظر میاد که آقای ترکی متاسفانه صدای ما رو ندارند. آقای ستیز، من از شما یک سوالی مشابه همین میپرسم با اشاره به این که بسیاری از افراد در داخل خود هیئت مذاکره کننده از طرف دولت هم مذهب حنفی دارند، یعنی اینکه این میتونه پتانسیل این رو داشته باشه که حتی در داخل خود مذاکره کننده های دولتی هم اختلاف برانگیز باشه، اینطور نیست؟ نه، چنین نیست، به خاطر که اکثریت اعضای هیئت دولت افغانستان واکنش نشان دادند در این زمینه و با صراحت مطرح کردند که آنها به نام یک نظام سیاسی با طالبان مذاکره می کنند و این ارجحیت بخشی مذهبی به این صورت روند مذاکرات سیاسی افغانستان را کمک نمی کنند. اما وقتی شما مطرح می کنید که خب بر همه پوشیده نیست که طالبان یک دیدگاه ایدئولوژیک دارند، چنین نیست. با اکثریت در برخی از جاها چنین تصور میشه که طالبان نمایندگی از یکی از اقشار بسیار بزرگ اجتماعی میکنه و این قشر بسیار بزرگ اجتماعی میتوانه
ممثلش طالبان باشد، در حالی که من میخواستم در این تاکید بکنم که طالبان چنین نیست. طالبان یک نهاد ایدئولوژیک هستند و بر بنیاد ادعای ایدئولوژیک خود میخواهند که چنین شمشیر بران را استفاده کنند. با این حساب به نظر چقدر شما خوشبین هستید به اینکه صلحی اساساً سر بگیره با این وضعیتی که داره پیش میره؟ ببینید، با باور ما این جنگ افغانستان، اگر شما به او یک مرور بکنید، این جنگ جنگ افغانستان نیست یا جنگ افغانها نیست، این یک جنگ خیلی گسترده و بزرگ است. اگر شما به پیشینه جنگ یک نگاه کوتاه بیندازید، جنگ سرد که جنگ ایدئولوژی ها بود، افغانستان و این جغرافیا را مورد استفاده قرار داد و افغان ها در این جنگ شامل شدند. مرحله پس از دوران جنگ سرد، وقتی مجاهدین حاکمیت را گرفتند، جنگ های داخلی آغاز شد و این جنگ های داخلی هم ناشی از جنگ سرد بود. مجاهدین نتوانستند میان خود همگرایی داشته باشند و از درون این نابسامانی که مجاهدین ارائه کردند بر جامعه افغانستان، گروه طالبان ظهور کرد از میان خود مجاهدین. اینا هم بازماندگان جنگ سرد بودند. پس از دوران طالبان که به هیچ صورت جنگ افغانستان نیست، اینجا آمریکایی ها دشمنان استراتژیک خود را در افغانستان باید نابود می کردند، القاعده و طرفدارانشان را، که در اینجا طالبان القاعده را جا داده بودند و آمریکایی ها باید طالبان را از صحنه بیرون می کردند و یک حکومت را که ممثل اراده آمریکایی ها باشد جایگزین بکنند. من موافقت دارم که این حکومت جانشان دهنده یا جانشین اراده آمریکایی ها است، اما به هیچ صورت این جنگ ها نه سازندگانش افغان ها هستند، نه داکترین این جنگ را افغان ها ساختند، به ویژه جنگ های اخیر را. خب اگر جنگ ها را افغان ها نساختن، آقای ستیز، آیا صلح را افغان ها میتونن بسازن؟ اگر خودش اونطور که شما میگید عملیات ندارن در این داستان، چطور میتونن صلح کنن؟ دقیقا، تجارب نشان داده که آنان قربانیان جنگ ها هستند نمیتونن صلح را بسازند. اساسا صلح را باید سازندگان جنگ ها بسازند. در علوم سیاسی ما تعریف از جنگ داریم. جنگ به معنای نبردهای گسترده است که فکر آن، منابع آن، تجهیزات آن و جنگندگان آن را هر کسی که تعیین بکند آن را ختم خواهد کرد. بله. و الان در این ماجرای افغانستان منظورتون دقیقاً چه کسانی هستند؟ کیا باید بیان پای میز مذاکره تا واقعاً صلح سر بگیره؟ ببینید، منبع جنگ، داکترین جنگ، فکر جنگ، به ویژه در 20 سال اخیر ایالات متحده آمریکا، تمدن غربی، جایگاه ناتو و امنیت بین المللی، این سه عنصر است. بنابراین هم سازندگان این جنگ، هم تمویل کنندگان این جنگ و هم داکترین جنگ به دست اینهاست. با باور ما یکی از بازیگران بسیار مهم این جنگ ایالات متحده آمریکا و از طریق ایالات متحده آمریکا پارتنرهای استراتژیک آن در منطقه است. بله. شما نمیتونین جنگ با این گستردگی خب، ببخشید آقای ستیز، من مجبورم اینجا یه مقدار برای اینکه برای خودم و بینندگان روشن بشه. الان آمریکا با دولت افغانستان همپیمان هست، با طالبان به یک صلحی رسیده. بنابراین باید خوشبین باشیم دیگه. دو طرف، حالا اینهایی هم که الان سر میز هستن، بر این اساس باید بتونن با هم دیگه، اگر هر دو طرف با آمریکا که شما میگید که اصل موضوع اونجاست توافق دارن، باید بشه به صلح رسید. چرا پس شما در اون مورد خوشبین نیستید؟ بله، من خوشبین به خاطر نیستم که آمریکا به همون پیمانی که حاکمیت گسترده در افغانستان و در منطقه داره، به همون پیمانه دشمنان بسیار سختسری در منطقه دارد، مثل روسیه، مثل ایران، مثل چین، و این دولت ها خیلی اثرگذار هستند بر ژئوپلیتیک افغانستان. صحیح. باور من این است که جنگ در افغانستان زمان فروکش می کند که روسیه و ایران به عنوان متعهدین با ایالات متحده آمریکا در روند صلح سازی افغانستان فعال شوند. که این نمیشه یک هیئتی از دولت افغانستان و یا هیئتی از گروه طالبان بیایند و این جنگ را با این پیمانه بزرگ، با این منابع گسترده جهانی که در تاریخ جهان مثال نداشت، بتوانند حل بکنند و راه صلح را پیش بگیرند. بله.
شما اشاره کردید به نقش کشورهای خارجی، ولی به هر حال الان اون چیزی که ما میبینیم این هستش که دو گروه از طرف دولت افغانستان و طالبان اومدن و قرار هست که با هم مذاکره بکنن. در همین مذاکره هم ما میبینیم که اختلاف نظرها خیلی متعدد و جدی هست. یکی از اونها که خیلی زنان افغانستان در موردش نگران هستند، آزادی‌های مدنی و آزادی‌هایی هست که زنان بر اساس قوانین جدید افغانستان بعد از سال 2001 به دست آوردن و نگران هستند که با معامله با طالبان اینها از دست بره. واقعا چقدر مردان مذاکره کننده نگران همین موضوع ها هستند؟ چون به نظر میاد که نگرانی عمده‌ای هست بین زنان فعال مدنی در افغانستان که حتی مردانی که از طرف دولت افغانستان مذاکره میکنند هم خیلی به این حقوق زنان پایبند نباشند. ببینید، من مدت زیادی در جامعه مدنی افغانستان کار کردم. جامعه مدنی افغانستان در مدت 20 سال اخیر خیلی تغییر کرد. نسل جدید با بار آمد. جوانان به ویژه در میان زنان افغانستان ما تغییرات بسیار گسترده‌ای را می‌بینیم که کمتر در سطح رسانه‌ها و در سطح مناسبات بین المللی چهره‌هایشان روشن میشه. و هم ناشی از یک سلسله مباحث فرهنگی است در افغانستان. اما زنان افغانستان خیلی تغییر کردن. جامعه مدنی افغانستان خیلی تغییر کرده. نهادهای روشنفکری افغانستان خیلی تغییر کردن. شهروندان افغانستان دیدگاهشان نسبت به زنان خیلی متفاوت است. اینها همه و همه سبب می شوند که تشویش شهروندان نسبت به جایگاه زنان در مذاکرات خیلی برجسته باشد. اما متاسفانه این برجستگی در مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان برجسته نیست، دیده نمی شود. این یکی از نقیصه های است. هرچند ما سه خانم از طرف دولت افغانستان در مذاکره در هیئت مذاکره کننده داریم، اما مبحث در اینجاست که آیا اجندایی که روی آن بحث شود، آیا همگرایی که بین دو طرف صورت بگیرد پیرامون زنان، آیا این به عنوان یک عنصر اساسی در روند مذاکرات مطرح خواهد شد؟ بله. این تشویش اساسی همه مردم افغانستان است. من چون اینجا باید دلم میخواد که در واقع به همه گزینه‌هایی که مطرح شده، حتی گزینه‌های کمتر صحبت شده هم بپردازم، این رو هم از شما میپرسم آقای ستیز. آیا با این وضعیت، با این واگرایی که میبینیم دو طرف دارن و خیلی به هم نمیتونن نزدیک بشن، امکان دو قسمت شدن افغانستان هست؟ آیا چنین چیزی رو شما میبینید؟ خب این یک خط قرمز یا خط سرخ است برای افغان ها و باورم اکثریت افغان ها هنوز به این گزینه بسیار نهایی فکر نکردند. من به این باور هستم که ما هنوز فرصت داریم برای اینکه مذاکرات واقعا با تعهد بین المللی به نتیجه برسند. من یک کمبودی را که در مذاکرات می‌بینم برخوردهای احساساتی نسبت به قضیه صلح در افغانستان است. هر دو طرف دولت افغانستان و هم دولت و هم نمایندگان طالبان در روز نخست اعلام کردند که ما به هیچ میانجیگری و یا وساطت جامعه بین‌المللی نیاز نداریم، ما خود افغان‌ها قضیه خودمان را خود حل می‌کنیم. در حالی که به باور ما این یک اشتباه بسیار استراتژیک بود. افغان‌ها باید قبول بکنند و باید بپذیرند که در این جنگ فقط بازندگان هستند، فقط قربانیان هستند و سازندگان جنگ نیستند. بنان باید سازندگان جنگ را در میزهای مذاکرات دعوت بکنند، آنها را به تعهد و پاسخگویی جلب بکنند و از کشورهای همسایه و دولتهای تمویل کننده طرفهای جنگ بخواهند در این مذاکرات سهم بگیرند. بسیار ممنونم از شما. ملک ستیز، تحلیلگر مسائل افغانستان از کوپنهاگ، و عذرخواهی میکنم که آقای ترکی بالاخره نشد که به این بخش از برنامه مرتبط بشن و با ما صحبت بکنن. اما بخش دوم برنامه امشب رو اختصاص دادیم به مسئله مجلس در ایران و مجلس 11 که حدود 4 ماه از تشکیل مجلس گذشته و ما چیز زیادی از این مجلس نشدیدیم. حدود 4 ماه بعد از شروع کار مجلس 11 بیشتر در مورد حقوق و مزایای نمایندگان، ماشین شاسی بلند اهدایی به اونها و همینطور اینکه مثلا واکسن آنفولانزا اول به اونها تزریق خواهد شد شنیدیم.
شعار غالب نمایندگان این دوره شفافیت و مبارزه با فساد بود، اما تا حالا چندان از راهکارهای موجود و قانونی برای پیشبرد اهداف سیاستمداران حتی شبیه به خودشون هم بهره ای نبردند. 4 طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان، سازمان هدفمندی یارانه ها، بانک مرکزی و برنامه بودجه هیچ کدوم حتی به مرحله ای نرسیده که در هیئت رئیسه مجلس اعلان وصول بشه. دلیل اون هم عدم رعایت شیوه های داخلی خود مجلس بوده. نمونه دیگه مثلا این بود که بیش از 110 نماینده که از عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت ناراضی هستند، به جای پیگیری طرح استیضاح او که در مجلس به عنوان نماینده حقش رو هم دارند، نامه نوشتند به سران قوا و از او بدگویی کردند. بخش بزرگی از جامعه ایران در انتخابات اخیر مجلس شرکت نداشتند و بر این باور هم هستند که مجلس نماینده مردم نیست. اما به هر حال هزینه این نمایندگان از جیب مردم پرداخت میشه و میشه پرسید که نمایندگان دقیقاً به چه کاری مشغولن. حسن اسدی زید آلتشون، احسان مهرابی هستند، روزنامه‌نگار از برلین با ما، و همینطور از تهران حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی و پژوهشگر حقوق بین الملل همراه ما هستن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای زیدآبادی، شما در تهران هستید، دیدم که مثلا در توییتر انتقاداتی دارید به عملکرد این مجلس. میخوام خودتون بگید که انتقاد شما بیشتر به چه چیزی هست از عملکرد این مجلس؟ سلام. ببینید، حقیقتش من اتفاقا خیلی انتقادی ندارم، چون فکر میکنم که اتفاقی که برای این مجلس افتاده اینه که در یک نگاه کلانتر اگر نگاه بخوایم بکنیم، ما با یه پدیده مواجه هستیم در ایران به نام، اگر بشه این اسم رو برش گذاشت، اهمیت زدایی از نهادهای سیاسی. مجلس هم در واقع بخشی از این پروژه است و بخشی از این روندیه که اتفاق افتاده. بنابراین ما به هر کدوم از نهادهای سیاسی در ایران که نگاه بکنیم، چه در داخل قدرت و چه حتی خارج از قدرت، قدرت سیاسی حاکم نگاه بکنیم، با این معنا مواجه میشیم که از اهمیت اونها کاسته شده و منظورم اهمیت واقعیشون هست. و طبیعتاً وقتی که از اهمیت اونا کاسته شده، در رسانه ها و جنجال ها اینا سعی میکنن خودشون رو نشون بدن، که البته این مجلس حالا در اون قسم خیلی هنوز موفق نبوده. اما آقای زیدآبادی، وقتی میگید نهادها بر از واقعیت خودشون خالی میشن، منظورتون همه نهاد هاست یا بیشتر نهادهای انتخابی منظورتونه؟ ببینید، طبیعتا بیشتر نهادهای انتخابی، ولی حتی واقعیت اینه که این شامل نهادهای انتصابی هم میشه. وقتی که از نهاد در قدرت سیاسی صحبت میکنیم، در یک نظام سیاسی صحبت میکنیم، اهم از اینکه انتخابی باشه و یا انتصابی، موضوع اینه که به هر حال باید در چارچوب یک قوانینی عمل بکنه و در چارچوب یک قواعدی عمل بکنه که اون قواعد از پیش تعریف شده است. حالا اهم از اینکه قوانین دموکراتیک باشه یا حتی نباشه. ولی وقتی شما یک میلی در حاکمیت دارید برای اینکه بتونید نسبت به موقعیت هر جور که اراده کردید و هر جور که تمایل یا منویات داشتید بخواید عمل بکنید، طبیعیه که در یک روندی به اینجا میرسید که خب هر چقدر که میشه از این نهادها اهمیتشون رو کاهش داد. مثلا شما ببینید در حتی در قوه قضاییه هم ما اینو داریم. خب خیلی به جای اینکه بیایم ساختار قوه رو عوض بکنیم، بخوایم قانون ببریم، لایحه ببریم و اینها، خیلی راحت با یه آیین نامه مثلا دادگاه‌های جدیدی رو ایجاد می‌کنیم. بله. برای اینه که حالا می‌خوام بگم اگر شما در حتی خارج از قدرت سیاسی هم ببینید، مثلا نهاد اصلاح طلبی رو در ایران ببینید، باز می‌بینید که مثلا نسبت به 20 سال پیش ازش اهمیت زدایی شده، از احزابش، از نهاد رسانه. آقای مهرابی رو خیلی ساکت نگه داشتم، ولی میخوام یه سوالی که از شما بپرسم قبل از اینکه به ایشون برسم. در همین مورد، این در این مورد که اینها ازشون اهمیت زدایی شده، خود اصلاح طلب ها مقصرند یا نهادهایی که در واقع مخالف اصلاح طلب ها هستن؟ ببینید، عرض کردم این یه روند کلیه که برای نظام سیاسی در ایران اتفاق افتاده و طبیعتاً این قسمتی که اگر تاکید داشته بر اینکه یک نظام سیاسی نهادمندی باید باشه و حاکمیت قانون در اون ملاحظه بشه، باید با این مقابله میکرد و خب طبیعتاً در یک روندی مقابله نکرده که به الان به این وضعیت رسیدیم. بله. آقای مهرابی، شما سالها
خبرنگار پارلمانی بودید در تهران، آشنا هستید به رویه های مجلس. در این مورد مجلس اخیر ما میدونیم که این نمایندگان با کمتری میزان رأی از نسبت به دوره های پیشین وارد مجلس شدن، اما در دوره های قبلی هم انتقاد بود که مجلس کارش رو درست انجام نمیده، کارهایی که باید رو انجام نمیده. آیا شما فکر میکنید که در واقع این مجلس ادامه همون هست و همچین اتفاق خاصی نیفتاده، یا شما موافق هستید با اون گروهی که میگن این مجلس دیگه سور زده به همه مجالس قبلی؟ یک تفاوتی با دیگر نهادها مانند دولت یا قوه قضاییه داره اینه که در مجلس هر نماینده‌ای به تنهایی یک شأنیتی داره و رئیس یا هیئت رئیسه مجلس نمیتونن یک خط کلی برای مجلس تعیین بکنن. حتی فراکسیون اکثریت مجلس هم عملا ممکنه در مواردی نتونه یک خط سیر کلی برای مجلس تعیین کنه، و مثلا اگر یک فراکسیون اقلیت قوی وجود داشته باشه که با سازوکارهای مجلس آشنا باشن و مثلا 10 طرح آماده کرده باشن، یا دولت در اون موقع فعال باشه و بتونه مثلا چند لایحه به مجلس ارائه بکنه، ممکنه که بتونن اون فضای کلی مجلس رو در دست بگیرن. اما در این دوره به هر حال چون مجلس با یک خلأ جدی مواجه بود و در یک فضای سردی تشکیل شده بود، به نوعی نمایندگان مجلس می‌خواستن با یک سری جنجال‌ها یا یک سری وعده‌های اون فضا رو بشکنن، در حالی که کلیت اون وعده‌ها با ساختار مجلس متفاوت بود. یعنی نه آقای قالیباف میتونه برای مجلس یک دستور کاری تعیین بکنه، نه دیگر نماینده‌ها. کارهای تبلیغاتی هم که نماینده‌ها کردن قاعدتاً متناسب با وظایفشون نبود، یعنی سفرها یا اقداماتی هم که انجام دادن متناسب با وظایفشون نبود، چون که وظایف مجلس به هر حال قانونگذاری و نظارت هست و در اون راستا باید کار میکردن. نکته دیگه این هست که معمولاً در فضای سیاسی این نمایندگان تهران یا نمایندگان سیاسی دیده میشن، در حالی که وضعیت نمایندگان در شهرستان‌ها خیلی متفاوت هست. یعنی در مجلس ششم یا مجلس یازدهم فرقی نمی‌کنه، به هر حال اون نماینده یک سری موضوعات را در حوزه انتخابی خودش میخواد پیگیری بکنه و خیلی کاری به اون ساختار کلی مجلس نداره. برای همین یک سری رویه ها ثابت بوده، یعنی در مجلس ششم هم ممکنه یک سری بحث ها ثابت بوده باشه. اما متوجه آقای مهرابی، شاید این چیزی که بهش اشاره میشه در واقع اونهایی که منتقد عمل کرده این مجلس هستند، این انتقاد از اینجا نشأت میگیره که شما چهره سرشناس آنچنانی در این مجلس نمیبینید که مثلا در فضای سیاسی صحبت، حتی که چهره های سیاسی سرشناس مثلا قالیباف که الان رئیس مجلس هست هم ازش همچین عملی نمیبینید. چرا اینطور هست؟ حتی در حوزه خود اصولگرایان هم چهره هایی که با ساز و کار مجلس آشنا باشن وجود ندارن. یعنی چهره سیاسی بودن یک موضوع، با ساز و کار مجلس آشنا بودن یک موضوع دیگه است. یعنی حتی مثلا آقای عارف یک بخشی از ناکارآمدیش در مجلس شاید ناشی از این میشد که معاون اول رئیس جمهور بود قبلا و فکر میکرد که در مجلس هم همون ساز و کار را داره و باید بشینه و دستور بده و یک سری نماینده هستن که دستوراتش را اجرا میکنن، در حالی که ساز و کار مجلس خیلی متفاوت هست. یعنی عمل کردی که مثلا فردی مثل محمد رضا باهنر میتونه داشته باشه خیلی متفاوت هست با فردی مانند قالیباف. یعنی خود آقای قالیباف یا حتی اعضای هیئت رئیسه مجلس که به هر حال به دلیل نبود چهره‌های شاخص بالا اومدن هم خیلی با اون ساز و کار خود مجلس آشنا نبودن. از سوی دیگه مجلس به این دلیل که مورد اتهام زیادی بود، مورد اتهام فساد جدی بود از طرف خود اصولگرایان، به هر حال تلاش کرد که تا مدتی بخواد این اتهام ها را رد بکنه از خودش و موفق شد؟ نه، وارد جنجال هایی شد که در واقع بیشتر به ضربه زد. مثلا موضوع آقای تاجگردون که به نوعی میشه گفت طراحی از خارج مجلس شده بود، یا اتفاقات دیگه، عملا بیشتر به مجلس ضربه زد، چون به همون نسبت که شما موضوع فساد رو مطرح میکنین بحث های فساد برجسته تر میشه. یعنی همین خودرو، ودیعه مسکن، همه اینها در مجالس گذشته بوده. یعنی از مجلس اول نماینده ها خودرو میگرفتن، ودیعه مسکن میگرفتن و همیشه هم به هر حال رقم بالا. ولی چرا در این مورد اینقدر بیشتر به
تو ذوق میزنه، این که مثلا نماینده ها را ماشین شاسی بلند گرفتن، در دورهای قبلی هم به قول شما ماشین میگرفتن، چرا الان انقدر راجبش صحبت میشنویم؟ یکی از دلایل شاید اینه که خود نماینده ها به این دامن زدن. یعنی مثلا در مجلس ششم از همون قبل نماینده ها میگفتن که، یا جناهایی که به هر حال نماینده ها رو حمایت کرده بودن میگفتن که مهم نیست که نماینده ماشین بگیره، خونه بگیره، مهم اینه که عمل کردش چی باشه و در نهایت چه طرحی تصویب بکنه که به نفع کشور باشه، یا موضوع نبود که به هر حال انکار بکنن. اما در این مجلس چون خودشون روی این موضوعات این چنینی مانور دادن، قاعدتا از اون طرف هم این موضوعات خیلی بیشتر دیده میشه. نکته دیگر هم اینه که چون هیچ کار مهمی، یعنی کار خبرسازی نکردن که جنبه اجرایی مجلس دیده بشه، بیشتر موضوعات حاشیه‌ای دیده میشه. نکته هم اینه که دست مجلس توی کلی از موضوعات الان بسته هست. یعنی این به نظرم مهمترین نکته است آقای مهرابی، این که دست مجلس بسته هست. جالب هست که این روندی طی شده از مجالس قبلی تا به اینجا رسیده. ما مثلا یه زمانی وقتی حکم حکومتی می اومد یک چیز نوعی بود، در پایان مجلس دهم به جایی رسید که برای همه چیز تقریبا شما حکم حکومتی می دیدید و خیلی عادی شده بود. آقای زیدآبادی، به نظر شما چقدر اصلا، چرا ما میدونستیم که به هر حال در دوره‌های پیشین هم مجلس منتخب واقعی مردم نیست، به هر حال یک روندی هست برای سرند کردن افرادی که میخوان وارد مجلس بشن و خیلی ها اصلا این روند رو قبول نداشتن، در انتخابات هم شرکت نمی‌کردن، ولی باز هم به نظر میاد که هر قدمی که در واقع جلو رفتند نیروهای هسته سخت قدرت براشون کافی نبود، باز هم باید یه قدم دیگه می اومدن جلو. چرا این طور هست در حالی که از همون روز اول هم با حکم حکومتی هر کاری خواستند رو میتونستن پیش ببرن؟ ببینید، خب این سرند که شما اشاره کردید هر دفعه به هر حال اون سوراخاش کوچیک‌تر شده و الان به جایی رسیده که شاید بشه گفت که دیگه مسدود شده. اما در مورد این مجلس خاص اگر بخوایم بگیم، قبل از اینکه بخوام توضیح بدم در تو سوال شما، این نکته را به نظرم لازمه که توجه بکنیم که این مجلس اساساً برای چی شکل گرفته، یعنی فلسفه وجودیش چیه. من فکر میکنم که این مجلس در واقع یک ستاد انتخاباتی هست برای انتخابات ریاست جمهوری، هم برای آقای قالیباف و هم برای خیلی از نمایندگانی که اونجا میخوان در این حوزه فعالیت بکنن. بنابراین اساساً این مجلس روی کردش اینه که منتظره که این یک سال زودتر بگذره و بتونه زمینه‌ای بشه برای دولتی که حالا دولت جوان انقلابی یا هر اسم دیگه‌ای که بخوایم براش در نظر بگیریم، اگر بشه آقای قالیباف رو جوان دونست. اما نکته اینه که به هر حال این که گفتید چرا اینا دستشون باز نیست، خب ببینید، ما میدونیم که حتی این مجلس 11، مجلس 10 هم آخرای کارش دیگه ممنوع شده بود این که بخواد استیضاح مثلا بکنه، بخواد به ترکیب دولت دست بزنه، چون به هر حال میدونیم که دولت هم از لحاظ قانون اساسی ترکیبش خیلی تغییر کرده و در خطر این هست که بخواد به اصطلاح این یک بار دیگه کابر کابینه بخواد رای بگیره. به هر حال در این سال آخر ما میدونیم که همین مجلس از دست زدن به ترکیب دولت آقای روحانی ممنوع شده، علنی هم تقریبا گفته شده، و بنابراین همونجور که شما گفتید مثلا برای اینکه برن آقای زنگنه رو استیضاح بکنن، حالا اگر حرفی دارن مجبورن که نامه بنویسن که آقا شما اینو دادگاهیش بکنید، یا کارهایی از این دست. ببینید این مسئله در اینجاست. اما در مورد اینکه خب چرا با وجود این که یک ابزاری هست به نام ابزار حکم حکومتی، باز لازمه که این اتفاقات بیفته و من شاید یه جور دیگه بعد این سوالو بگم آقای زیدآبادی، برای اینکه برای مردم هم روشن بشه دقیقا من چی میخوام بدونم. ما سیستمی داریم که مجلس درش در سالهای گذشته هم همواره مورد انتقاد بوده، به درستی هم مورد انتقاد بوده. حکم حکومتی میامده، طرح‌ها به اون شکلی که هسته سخت قدرت میخواسته تنظیم و تصویب میشده، اما همین هم باز
از حیز انتفاع خارج شده. همون کارهای کوچکی هم که مثلا در طرح‌های ترقی و تفحص، کارهای مختلفی که به هر حال هر چکی بود داشت انجام می‌شد، اصلا دیگه از این مجلس‌های اخیر نمی‌بینیم. چرا لازم بوده برای هسته سخت قدرت که مجلس رو به این مرحله برسونه که هیچ کار قابل اعتنایی ازش سر نزنه؟ ببینید، همین موضوع. البته توجه داشته باشیم که استفاده از حکم حکومتی اونجوری که به هر حال در ادبیات سیاسی ایران مرسوم شده به عنوان یک امر استثنایی و یک نوع مداخله استثنایی، اساساً مطلوب اون چیزی که شما به عنوان هسته سخت قدرت به اصطلاح مطرح میکنید مطلوب اون نیست. بنابراین همه چی خیلی چون به هر حال یک نوعی از مسئولیت رو متوجه حاکمیت میکنه. شما اگه خاطرتون باشه خیلی مثلا انتقاد شد به آقای کروبی در اون زمان مجلس ششم که شما چرا در حوزه مثلا قانون مطبوعات وارد این چیز شدید. ولی خب نکته ای که آقای کروبی اون موقع میگفت که من برای اولین بار اومدم اینو مطرح کردم، خیلی این کار انجام میدادن و در واقع یک هزینه ای انجام شده. از اونجا بود شاید خیلی از مردم اصلا متوجه شدن که یک ساختار حکم حکومتی هست. یعنی انجام میدادن اعلام نمی کردن. آقای کروبی میگه من برای اولین بار اعلام کردم. ببینید الان مثلا شما اگر بخواید برید در همین سایت دولت، همین دولت هم 11 هم 12 نگاه بکنید مصوبات هیئت دولت رو، خیلی نکات جالبی هست درش. مثلا شما میبینید که اونجا نوشته شده در امر مثلا آبرسانی به خوزستان، حالا اون موقعی که پول بیشتر تو کشور بود، مثلا میگفت که پیرو جلسه هیئت دولت تشکیل شد، پیرو نامه‌ای که و استجازه‌ای که از دفتر رهبری اومده مبلغ 10 میلیارد دلار برای آبرسانی تخصیص پیدا میکنه و این شد مصوبه هیئت دولت. خب این هم یک جور حکم حکومتیه دیگه، ولی خب خیلی شاید سر و صدایی به پا نمیکنه. اما وقتی که نگاه بکنیم به این روندی که طی شده طی مثلا 30 و چند سال گذشته، اینه که گفته شده که ما از یک انقلاب اسلامی داشتیم و بعد به جمهوری اسلامی رسیدیم، حالا بعد برسیم به تمدن اسلامی و دولت اسلامی. دولت اسلامی منظور حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی در واقع این سازوکاری مثل پارلمان و اینها یک دست و پاگیره براش، برای اینکه بخواد به اون شکلی که میخواد حکومت جهادی باشه، اداره جهادی بکنه، مدیریت فوری انجام بده و این زوائد براش دست و پاگیر هست. بنابراین هر چقدر که اینها کمرنگ تر بشن بهتر است. ضمن اینکه یه مقدماتی هم داره تشکیلی نهادی مثل مجلس، انتخابات و دردسرهایی که انتخابات داره. بنابراین بهتره که اساسا خود هم نهاد انتخابات کوچیک بشه، همین که این مجلس کوچیک بشه. یک جنبه اقتصادی هم به نظرم موضوع داره که من کوتاه عرض کنم خدمتتون. ببینید بالاخره ایران یک کشوری بوده که فرض کنید 5-6 سال گذشته اواخر دولت آقای روحانی، دولت قبلشون، با بازگشایی این امکان فروش نفت و اینها یه چند صد میلیارد درآمد ارزی داشته، خب درآمد نفتی و غیر نفتی. حالا این به شدت کاهش پیدا کرد، یعنی مثلا در حوزه نفتی حکومت منابعش به شدت کاهش پیدا کرده. بنابراین ما باید متوجه باشیم که همه چیز دیگه، حالا چون که همه منابع کوچیک، همه چیز باید کوچیک بشه تا بشه ادارش کرد. یعنی دیگه ما فرصتی برای اینکه بخوایم یه مجلسی داشته باشیم که حالا بیاد سر بودجه داستان بسازه فلان، اینا دیگه نداریم. یعنی این کوچیک شدن اقتصاد، بحث مفصلی البته، ولی کوچیک شدن اقتصاد همه چیز رو در همون راستای اهمیت زدایی از نهادهای سیاسی که گفتم، همه چیز رو کوچیک کرده و دیگه متوجه. یعنی در واقع همه چیز داره ستادی و از مرکز اداره میشه. بله، و دیگه نمیشه دستا زیاد باشه. عملا اون چیزی که مملکت رو اداره میکنه سران سه قوه هست. بله. ستاد اقتصادی تدابیر ویژه هست و غیره. یعنی این مجلس و اینها فعلا فقط یه ستاد انتخاباتی هست برای اینکه ببینیم حالا آقای قالیباف یا کس دیگه. آقای مهرابی، شما شناخت دارید از روندهای پارلمانی. این صحبتی که مطرح میشه که این نمایندگان این دوره وارد نیستند به این روندها، چقدر جدی هست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ ما در دوره‌های پیشین مثلا نمایندگانی داشتیم که گهگاه ازشون اظهار نظرهایی میشنیدیم که این اظهار نظرها مثلا در حوزه‌های خبرساز میشد.
الان خیلی کمتر هم اینها رو میشنویم. به نظر شما میاد از اینها از در واقع بی تجربگی نمایندگان میاد یا مسائل دیگری مطرح هست؟ نگرانی هایی دارن، ترس هایی دارن؟ این موضوع که به هر حال دست مجلس بسته است، از قبل هم به نوعی در مجالس وجود داشته، اما الان موضوعاتی باعث شده که این قضیه بیشتر دیده بشه. آقای رحمانی فضلی در مراسم افتتاح مجلس به سه تا موضوع اشاره کردند که همزمان به نوعی بر موضوع انتخابات تأثیر گذاشته بود: موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی و موضوع کرونا به هر حال از و اعتراضات آبان ماه. سه موضوعی بود که آقای رحمانی فضلی بهش اشاره کرد که سه تا بحران اصلی رو نشون میداد، یعنی بحران مشروعیت در داخل، بحران روابط با غرب و همینطور بحران کارآمدی و مدیریت را. در این سه موضوع قبلا هم مجلس عملا کاری نبوده، یعنی در حوزه روابط خارجی مجلس هیچگاه کاری نبوده، ولی اون روابط خارجی کمتر بر موضوعات اقتصاد که به نوعی با مردم مرتبط هستن تا این حد تأثیر داشته و قاعدتا تا این حد هم مطالبه از نمایندگان وجود نداشته. در حوزه مشروعیت هم به هر حال تا کنون این وضعیت به این شکل وجود نداشته. الان قاعدتا نمایندگان به خصوص نمایندگان شهرستان ها وضعیت رو به خوبی میدونن، چون به هر حال با مردم در ارتباط هستن، اما موضوع اینه که چون نمیدونن، نمیتونن وارد حوزه های جدی تری بشن و بیان مثلا در حوزه هسته‌ای یا حوزه آمریکا یا حوزه های مشابه اقدامی انجام بدن، به تعبیری به در و دیوار میزنن. یعنی قاعدتا میدونن که الان حداقل برای اینکه بخوان مردم رو راضی بکنن باید مثلا یک وزیر رو استیضاح بکنن، همونطور که در دولت قبل مطرح شد، ولی میدونن که حتی نمیتونن وزیر رو استیضاح بکنن چون شرایط جنگی هست. پس برای همین مثلا یک سری کارهای تبلیغاتی انجام میدن و قبلا هم به هر حال تا حدودی کارکرد مجلس کارکرد سیاسی و تبلیغاتی بوده، یعنی مجلس هفتم هم همین ویژگی ها رو داشته و به نوعی تشکیل شده بود تا یک امتداد شورای شهر و بعد از اون دولت باشه، ولی الان این بحران روابط با غرب و بحران اقتصادی باعث شده که این موضوع بیشتر به چشم بیاد و الان خود نماینده ها هم بدونن میتونن که کاری نمیتونن بکنه و پس برای همین به این در و دیوار میزنن و هیچ رویکرد مشخصی ندارن و باعث میشه که به هر حال این بحث‌های حاشیه‌ای خود مجلس هم بیشتر بشه. این صحبتی که آقای اسدی زیدآبادی مطرح کردن در مورد اینکه این مجلس در واقع قرار هست که زمینه ساز باشه برای اون دولت جوان انقلابی که حالا قرار هست مرحله بعدی باشه، من یه سوالی برام پیش میاد. اساساً اینها برای چی قرار هست که یک دولت جوان انقلابی باشه آقای مهرابی؟ اساساً چرا باید بریم به این سمت؟ منظورم این هستش که حکومت به دنبال چی هست از تشکیل نهادهایی که در واقع با یه همچین اسمهای دهن پرکنی قرار هست که وارد بشن و قرار هست که اینها چه بکنن؟ هدف حکومت از تشکیل چنین نهادهایی چی هست؟ به هر حال وضعیت به شکلی هستش که نیاز حکومت یا حداقل اون چیزی که احساس میشه اینه که به هر حال افراد معتمدتری سکانهای اجرایی را در دست داشته باشن تا متناسب با شرایط جنگی باشه. یعنی از مثلا آقای روحانی که 30 سال 40 سال در مهمترین مراکز قدرت در ایران بوده هم آدم نزدیکتری به هسته اصلی قدرت لازم هست، یعنی حتی اینها هم دیگه الان غریبن. حتی مثلا از آقای لاریجانی. ولی به هر حال البته ضرورتاً این به این معنا نیست که این اتفاق میفته، یعنی همیشه این به این معنا نیست که اون چیزی که برنامه ریز شده اتفاق میفته، ولی حداقل فعلا این مطلوب هستش که به هر حال افراد معتمدتری بر سر کار باشن و به نوعی حالا شرایط هم مثل شرایط قبل باشه، یعنی شرایط دوره جنگ باشه. اتفاقا این نشست سران قوا هم نمونش در دهه 60 وجود داشته که همون زمان هم سران قوا تصمیم میگرفتن، اما موضوع اینه که این اتفاقات باعث میشه که این بیشتر به چشم بیاد، وگرنه
به لحاظ ساختاری اتفاقی نیفتاده، ولی چون به لحاظ سیاسی عملا هیچ کنشی وجود نداره باعث میشه که این وضعیت بیشتر دیده بشه. آیه زیدآبادی، بسیاری از کسانی که الان این برنامه رو تماشا میکنن اساسا در این انتخابات برای انتخابات مجلس شرکت نکردن به دلایل زیادی، و ما خودمونم باید اینو اعتراف بکنم، وقتی که قرار بود که در مورد سوژه این برنامه صحبت بکنیم، من خودم کسی بودم که فکر کردم که واقعا ما راجع به چی قراره صحبت بکنیم، مجلسی که واقعا هیچ کار دندونگیری ازش دیده نشده، خیلی کاری نمیکنه، و اساسا مردم هم به نظر میاد که دست شستن از این روندهای دموکراتیک، باید راجع به چی صحبت بکنیم. اما خب به نظر میاد که یک گروه‌های در داخل ایران کماکان به این روندهای دموکراتیک دلبسته هستند و فکر می‌کنن این راه هست برای اینکه دست کم یک منفذی باز بشه. شما فکر می‌کنید که چقدر اونها الان صدا دارند در فضای سیاسی امروز ایران؟ منظورتون از روندهای دموکراتیک روندهای انتخاباتی هست؟ بله. حالا اسمشو میذاریم دموکراتیک برای اینکه در همه جای دنیا به اسم روندهای دموکراتیک مطرح هست. حالا ممکن است در ایران دموکراتیک نیست و میدونیم که مشکلاتش چی هست. بله بله، یعنی وگرنه خب به هر حال اینکه میل به تغییر صرفا از روش‌های انتخاباتی میتونه نباشه، روش‌های دیگه دموکراتیک باشه، از جمله مثلا اعتراضات مدنی و غیره. حالا من میخوام بگم که خب اگر گروه های سیاسی هستن که تلاش میخوان بکنن که از طریق همین روندهای انتخاباتی همچنان اهدافی رو پیش ببرن و مخاطب خودشون رو مردم میبینن، بزرگترین مشکلشون باز همین نکته‌ای که عرض کردم، یعنی اینکه حالا چجوری میشه به مردم توضیح داد در حالی که اهمیت زدایی شده از اساساً امر سیاسی، من میخوام بگم، و این نهادهای سیاسی، بیاییم به مردم توضیح بدیم که خیلی خوب حالا شما بیاد رأی بدید. مسئله مردم اصلا تازه انتخابات هم نیست، میگن خیلی خوب ما رأی میدیم، ولی اهمیتش در کجاست؟ یعنی مسئله بلافاصله سراغ اینجا میره. من فکر میکنم که ما از مجلس 11 هم، انتخابات مجلس 11 هم اگر دقت بکنیم، حتی اون پروپاگاندایی که برای خود نهاد انتخابات انجام شد که انتخابات پرشکوه برگزار بشه، مثلا تلویزیون دولتی روز شمار میگذاشت و خیلی آهنگای حماسی و اینها، ما داریم به یه سمتی میریم که این دیگه محدود بشه به همون چند روز آخر. بنابراین برخی از گروه های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان که تصور میکنن که انتخابات یک فرصتی هست برای اینکه ما لااقل در اون حرفامونو بزنیم، من به نظرم این حرفم دیگه کم کم داره قدیمی میشه، و به دلیل اینکه دیگه اون باز کردن فضای سیاسی یه مدت قبل از انتخابات اون دیگه در دستور کار حاکمیت نیست، یعنی دیگه به اصطلاح قید اونو زده و عطاش رو به لغاش بخشیده، یعنی خیلی دیگه دنبال اون کار نیست و بعد این رو در معادلاتشون داشته باشن. متوجهم. ولی این که شما میفرمایید که روندهای دیگر دموکراتیک غیر از انتخابات چقدر شدنی هست با توجه به فشار جدی که روی در واقع گروهایی هست که تلاش میکنن که فعالیت مدنی داشته باشن؟ ببین بسیار سخته، جدا از وضعیتی که کشور پیدا کرده، مسئله تحریم‌ها خیلی اساسیه، یعنی تحریم‌ها به طور مشخص جامعه مدنی رو و طبقه متوسط رو فقیر و فقیرتر و ضعیف و ضعیفتر کرده. یه همچین جامعه مدنی اینکه امور روزمره خودش رو بخواد بگذرونه و معیشت خودش رو تازه بخواد انجام بده خیلی هنر کرده. بنابراین بله، روش‌های متفاوتی هست، ولی خب طبیعتاً باید بگیم که شانسش متاسفانه در این وضعیت برای ایران کمه، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته، و همیشه قرار نیست ما به سمت وضعیت مطلوب بریم متاسفانه، یعنی همیشه قرار نیست که وضعمون دموکراتیک تر از قبل بشه، ولی اون روش‌ها همچنان جای خودش هست، و طبیعتاً اون نهادهایی هم که دنبال اقتدارگرایی هستن خیلی حواسشون جمع هست که نهاد دانشگاه، نهاد رسانه، شما ببینید نهاد رسانه و مطبوعات در ایران دیگه لازم نیست اصلا شما این نهاد رو بیاید توقیف بکنید، هزینه توقیف بدید، کمان که دادسرای رسانه دیگه رسما اعلام کرده که ما اصلا دیگه نیاز داریم، به دلیل اینکه
این آنچنان ضعیف شده که یه روزنامه در ایران دیگه الان اگر مثلا توی دکه‌های تهران 300 نسخه بفروشه این دیگه اهمیت پیدا میکنه، یه روزنامه موفقه. پس دیگه هیچ چیزی به عنوان این نهادهای جامعه مدنی و دموکراتیک خیلی باقی نمونده که بخوایم ازشون، بله نهادهای دیگه‌ای در جامعه شکل گرفته البته، کوتاه اگه بخوام بگم یکیش همین پیوندیه که منافع مردم در قضیه بورس اتفاق افتاد، یعنی بورس یک نهادی تبدیل شد که تعداد زیادی نزدیک به 50 میلیون کاربر بورس گفته شد که الان وجود داره، یعنی یه بخش عمده‌ای از مردم ایران در اینجا اومدن و منافعشون با همدیگه گره خورده. حالا این شاید در انتخابات ریاست جمهوری خودش رو به یک نوعی نشون بده، یعنی دیگه عراق گذشت اون زمانی که بخوام بیان بورس قمارخونه است و اینا، حالا همه مجبورن که بیان از بورس تعریف کنن از این کاندیداهایی که هست. من می‌خوام بگم که نهادهای مدنی که سویه دموکراتیک دارن و دموکراسی خواهان آنچنان ضعیف شدن که از این طرف ما انتخابات رو، نهاد انتخابات رو از دست دادیم و سایر راه‌ها مثل مقاومت‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی هم خیلی امکان فعالیت براشون سخت شد. آقای مهرابی، خواستم نظر شما راجع به این صحبت‌ها بدونم. علاوه بر این که می‌دونیم که خارج از ایران گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هستند که اساساً فرقی قائل نیستند بین بخش‌های مختلفی که در سال‌های گذشته حالا بخشی از قدرت رو شریک بودن، یا اصلاً حتی برای کسانی که در داخل ایران دارن کار سیاسی می‌کنن، حتی زندان میرن، حتی می‌دونیم در همین روزهای اخیر مثلا در فضای مجازی دیدیم که حتی به مثلا نسرین ستوده انتقادات گسترده می‌کنن اینها، بنابراین آیا فکر میکنید که میشه اساساً هیچ پلی زد بین اونچه که در داخل ایران داره اتفاق میفته و اونچه که خارج ایران هست و بشه به یک راه حلی رسید برای حل مشکلات ایران در حال حاضر؟ چشم‌اندازی به هر حال در فضای داخل وجود نداره برای اینکه بخواد فضا باز بشه، نه هیچ چشم‌اندازی وجود داره که به هر حال یک نوع اتفاق خاصی بیفته و یک به تعبیری حالا یک هماهنگی، یک سازوکار مشخصی رخ بده که به هر حال بتونن بعضی گروه‌ها با همدیگه یک موضوع رو پیش ببرن. حالا حتی شاید در داخل کشور هم دیگه اون چیزی که یک جبهه متشکلی بود هم شاید به اون شکل ممکنه وجود نداشته باشه و قاعدتاً در خود فضای سیاسی داخل کشور هم یک سری ادبیات جدید، یک سری گروه های جدیدی شکل گرفتن. از سوی دیگه به هر حال بعد اعتراضات آبان یا دیماه که یک سری گروه های احساس کردن که دست بالا را دارن، الان از به تعبیری از موضع قدرت یا از موضع حکومت آینده صحبت میکنن که قاعدتا این هم باعث میشه که هیچ اتفاقی بین داخل و خارج شکل نگیره. اما به هر حال خود حاکمیت یا مقامات ارشد جمهوری اسلامی باز هم اونها گزینه هایی رو دارن که بخوان فضا رو تغییر بدن. به هر حال در دوره هایی موضوع بهبود روابط با خارج یا موضوعات اقتصادی خود به خود یک فضای جدید سیاسی هم ایجاد کرده، اما الان چون از هر جهتی، یعنی هم از جهت اقتصادی هم از جهت فضای خارج، همه گزینه ها مسدود شده، هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که بخواد از نظر سیاسی هم اتفاق جدیدی بیفته. از سوی دیگه مشکل فضای سیاسی الان این شده که گشایش‌های محدود هم دیگه جواب نمیده و حاکمیت برای گشایش‌های بزرگ هم ریسک نمی‌کنه. یعنی فعلا هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که دو طرف هم بخوان کوتاه بیان و یک اتفاق جدیدی رخ بده. برای همین فعلا فضا یک فضای انسداد سیاسی هست، اما همیشه به هر حال به این معنا نبوده که اون رهبر جمهوری اسلامی تونسته همه معادلات رو پیش ببره. بعضی مواقع یک سری اتفاقاتی افتاده که معادلات رو به هم زده و خودش یک اتفاق جدیدی شده، حالا چه به لحاظ اعتراضاتی که باید رخ بده یا به دلیل دیگه یا موضوع سیاست خارجی. قاعدتا این وضعیت اقتصادی هم البته نمیتونه به این شکل ادامه پیدا کنه، یعنی این که به هر حال آقای خامنه ای یا دیگر مقامات فکر میکنن که میتونن مدیریت بکنن، این هم قطعی نیست. پس برای همین
ممکنه که اونها هم به هر حال تن به یک گشایشی بدن. متشکرم از هر دوی شما آقایون و ممنونم که در این بحث شرکت کردید، آقای مهرابی و آقای اسدی زیدآبادی، و ممنونم از شما که با برنامه صفحه‌دوی آخر هفته همراه بودید. فردا صفحه‌دوی ویژه انتخابات آمریکا را از دست ندید، جمعه شب. ممنونم که با ما همراه هستید.